اگه تا به امروز هیچ بازی بسکتبالی رو تجربه نکردین، آب دستتونه بذارین زمین و NBA 2K18 رو بخرین. یه بازی بسکتبال تمام عیار که کافیه فقط وارد زمین بشین تا جو و اتمسفری که داره شما رو مات و مبهوت خودش کنه. با بررسی بازی NBA 2K18 همراه زومجی باشین. بسکتبال شاید مثل فوتبال محبوبیت بالایی نداشته باشه، ولی یکی از ورزش‌های پرطرفدار مخصوصا تو امریکاست. اون هم زمانی که لیگ NBA با تمام ستاره‌های عجیب و غریب خودش همیشه مورد بحث علاقه‌مندا بود و از حق نگذریم یه ورزش شدیداً هیجان‌انگیزه. زمانی که NBA 2K17 بازی کردیم با خودمون گفتیم که این شبیه‌ساز به آخرین حد خودش رسیده، ولی NBA 2K18 تو همون دقایق ابتدایی بهمون ثابت میکنه که هنوزم میشه پیشرفت داشت و محتویات بهتر و کاملتری به مخاطب ارائه داد. اولین موردی که تو NBA 2K18 با تغییرات زیادی مواجه شده بخش مای کریر بازی یا همون بخش داستانیه که این بار جذابتر و کاملتر از قبل شده. تو گذشته شما بعد کنترل بازیکنی رو به دست می‌گرفتین که راه خودش رو از مراحل ابتدایی کالج شروع می‌کنه تا به مقاطع بالاتر برسه، ولی این بار شما در نقش شخصیتی به نام دی‌جی که قبلا تو کار موسیقی بوده و در کنارش بسکتبال هم بازی می‌کرده کار خودتون رو شروع می‌کنین و حالا با شرکت تو فستیوال جردن پروینگ گراوند با سایر تازه‌کارها مسابقه می‌دین تا شاید توجه تیم‌های مختلف به شما جلب بشه و وارد دنیای حرفه‌ای بشید. تو بخش داستانی از همون ابتدا انتخاب میکنین که میخواین تو کدوم تیم NBA بازی کنین و با یک هدف کار خودتون رو شروع میکنین و اونم چیزی نیست جز معروف شدن و رسیدن به سطح 99. حالا شما هستید و یه شبیه ساز بزرگ، شبیه سازی که به خوبی شما رو تو دل خودش قرار میده و انگار خودتون تو قالب یه بازیکن تازه کار تو وسط زمین قرار گرفتید. پرتاب‌ها، حرکات و جایگیری‌ها و همچنین صحبت‌های شما در طول بازی همه و همه در روند داستانی و آینده‌ای که دارین تأثیر گذاره. اگه مطابق میل مربی باشگاه و مدیر برنامه‌تون عمل نکنین، قطعاً به مشکل برمی‌خورید. از طرفی این بخش شامل یه هاب به اسم نیبرهود که از طریقش میتونین آزادانه تو محیط بگردین و کارهایی مثل تمرین کردن یا چک کردن گوشی موبایل و خرید لباس رو انجام بدین. البته تو این بخش سایر بازیکنهای دنیای NBA 2K18 رو هم میبینی که هر کدوم از لول و سطح مختلفی برخوردارن. اگه میخواین یه بازیکن همیشه آماده و تازه نفس داشته باشین، سالن تمرینات باشگاه خودتون رو اصلا ول نکنین. با هر بار تمرین کردن میتونین خودتون رو تو بخشای مختلفی بهبود ببخشین و در نهایت قدرت بدنی بیشتری داشته باشین. البته اگه اهل تمرین کردن نیستین، یه فروشگاه براتون تدارک دیده شده که از طریق پرداخت درون بازی میتونین آیتم های انرژی های مختلفی رو خریداری کنین. در کنار بخش داستانی خوب NBA 2K18 گیم پلی بازی شدیداً روونه و به هیچ وجه شما رو خسته نمی‌کنه. حتی اگه زمان بازی رو هم روی هر کوارتر 12 دقیقه بذارین، اصلاً گذر زمان رو حس نمی‌کنین و فقط به این فکر می‌کنین که چطوری حریفتون رو شکست بدین. یکی از مواردی که شدیداً تو این نسخه بهتر از قبل شده، درجه سختی بازی و هوش مصنوعی بازیکناست. هرچی درجه سختی رو بالاتر ببرین، هوش مصنوعی بیش از پیش شما رو به چالش می‌کشه و اینجاست که دیگه برای برد باید بازی تکنیکی رو چاشنی کار کنین و به هیچ وجه موقعیت‌های خودتون رو از دست ندین و البته در کنارش نذارین حریفتون شما رو نابود کنه. همچنین کارهای ترکیبی بازی نظیر ضربات آلیوب هم واقع گرایانه تر از قبل شده و اگه درست ازش استفاده نکنین، امکان داره تو استفادهش به مشکل بر بخورید یا توپ کلن به یه سمت دیگه پاس داده بشه. به شخصه به تیم ستارگان هر باشگاه علاقه خاصی داشتم و دارم و اگه مثل من هستین، تو بخش دوستانه و آنلاین بازی میتونین تیم ستارگان و کلاسیک هر باشگاه رو بردارین و باهاش خودی نشون بدین. قطعاً برداشتن شیکاگو بولز و بازی کردن با مایکل جردن یکی از لذت‌های معنوی بازی بسکتباله. بخش آنلاین نسخه پیشین از کیفیت پایینی برخوردار بود، ولی NBA 2K18 تو این بخش هم به خوبی عمل کرده و شاید اونطور که باید و شاید کیفیت خوبی و شاهد نباشید، ولی حداقل میتونین چند تا بازی بدون لگ و قطعی بازی کرده و به سرعت به سایر بازیکن‌ها واسه رقابت کردن متصل بشید. اما این هم از خوبی ها گفتیم و دلیل نمیشه که NBA 2K18 بی
ایراد باشه. اولین ایرادی که از همون اول باش برخورد میکنین گزینه‌های شخصی سازی شخصیت اصلی بازی تو بخش چهره، مدل، مو و موارد دیگه است که شدیداً محدودن و شما میتونین رفته رفته شخصی سازی بیشتری انجام بدین که به لطف پرداخت در اون برنامه ای اگه خیلی این موارد براتون مهمه باید دست به جیب شین و پول واقعی خرج کنین. از طرفی قبل هر بازی یه برنامه تلویزیونی رو شاهدیم که داخلش مجری‌هایی از جمله شکیل اونیل افسانه‌ای حضور دارن و در مورد عملکرد بازیکن‌ها و رویارویی گذشته دو تیم و موارد دیگه صحبت می‌کنن. با اینکه در ابتدا با بخش جالبی روبرویم ولی رفته رفته خستتون می‌کنه و فقط تند و تند دکمه اسکیپ رو فشار می‌دید. بازی NBA 2K18 درسته یه سری نقاط ضعف داره ولی این نقاط ضعف اصلا تجربه شما از این بازی بسکتبالو خدشه‌دار نمی کنه و برعکس یه تجربه تمام عیار در اختیارتون قرار میده. این بازی اونقدری محتوا و بخشای مختلف داره که تمام سلیقه ها رو دربر می گیره و اصلا خستتون نمی کنه.